به نام نامی دوست که هرچه داریم از لطف و عنایت اوست. بینندگان خوب تلویزیون هادی، سلام های گرم ما را پذیرا باشین از طریق برنامه روشنا. امیدواریم که خوب و صحتمند و تندرست باشین و روز با آرزوهای خوب برتان تقدیم میکنیم. برنامه امروز برنامه روشنا را. و اما امروز برنامه ما راجع به نسل نو هست، طبق روال هر دوشنبه که با هم صحبت هایی داریم راجع به نسل نو، و بنا است امروز راجع به ویژگی ها و خصوصیات نسل نو با هم صحبت هایی داشته باشیم. اینکه نسل نو چه ویژگی ها و خصوصیاتی داره، فکر می کنم شناختش بسیار زیاد میتونه برای ما کمک کنه تا رابطه بهتری برقرار کنیم با این نسل از افراد جامعه خود، که خیلی مهم است که اینها اعضای خانواده ما هستن و خوب است که یک ارتباط مستحکم و قوی با یکدیگر برقرار کنیم. در خدمت خانم فتحی هستیم، کارشناس محترم برنامه امروز. سلام خانم فتحی، خوش آمدین به برنامه و در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. من هم امیدوارم که امروز را با خوشی و سلامتی بینندگان ما شروع کرده باشن و بتوانن از این به بعد هم با سلامت این روز را سپری کنن. بله خانم فتحی، امروز قرار است که با ما صحبت کنید راجع به خصوصیات و ویژگی های نسل نو. میشنویم از شما که بر ما بگین که چه خصوصیات و ویژگی های باعث شده که ما به این نسل نسل نو بگیم و یک سری اختلافاتی هم اتفاقا به وجود بیاید به خاطر همو ویژگی ها و خصوصیات بین نسل گذشته و نسل نو. میشنویم از شما. اگر خاطر عزیزان باشد که ما در برنامه های قبل در مورد نسل های دیگر یک اشارات کوتاه داشتیم و اونجا هم گفتیم که هر نسل و تناسب این که در اون زمان زندگی می کردن دارای یک ویژگی هایی بودن. درست است. شاید برخی از ویژگی ها مشترک باشه بین هر نسل، ولی بعضی از خصوص به طوری است که مخصوص همون نسل میتونه باشه یا مثلا زیادتر باشد یا کمتر باشد در نسل ها، و همین امر شاید اختلافات را به وجود بیاره. اما اگر ما بشناسیم همدیگر را، قطعا میتوانیم یک ارتباط مؤثر با همدیگر داشته باشیم. همونطور که شما فرمودید، این نسل دارای ویژگی های خودشان هستند که این ویژگی ها ما را میتونه کمک بکنه که تعامل بهتر با این نسل داشته باشیم. از جمله این که این نسل در اظهار نظرهای خودشان، آن چیزی که در فکرشان هست و ذهنشان هست، و همینطور در مورد احساسات خودشان راحت هستند، آزادانه میتوانن اونها را بیان بکنن. اگر خاطر شما باشه، یکی از نسل ها را ما به عنوان نسل خاموش معرفی کردیم. بله درست. گفتیم سکوت این نسل مثلا بیشتر بوده، انسان هایی بودن که حالت خود سانسوری داشتن، سکوت می کردن، اعتراض در مقابل وضعیتی که در جامعه اونها بوده به اون نوع و اون شکلی که مثلا این نسل داره نداشتن. خب ما اونا را به عنوان یک نسل خاموش هم نامیدیم، یعنی کسانی که متخصص این امر هستن این ویژگی را به اونها اختصاص داده بودن. بله. اما این نسل که البته ویژگی بسیار خوبه هست که میتوانن آنچه که در ذهن اونها هست براحتی را بیان بکنن، و یکی از شاید بگیم سرمایه های رشد جامعه و یکی از سرمایه های مادی و معنوی انسان همین حریت اوست. یعنی این شخص باید آزاد باشه. بله. و این آزادی اون میتونه در بیانش باشه، میتونه در قلم او باشد، بنویسد و آزادانه مثلا از یک امر دفاع بکنه یا اون چیزی که در درون اوست بیان کنه، نترسد از این که مثلا مورد اعتراض قرار میگیرد. خب این نسل میبینیم همچین ویژگی را داره، و وقتی که ما مراجعه میکنیم به متون دینی ما که آیا این آزادی بیان امر خوب هست یا نیست، و یا ما در کدام عرصه ها، یعنی ما در عرصه های مختلف زندگی، در باورهای ما، در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی همچین اجازه به ما داده شده است که اظهار نظر بکنیم. بله.
قطعا به صورت که اجازه این کار داده شده باشه و مشکل شرعی نداشته باشه. بر ما این هست، ما بیان خواهیم کرد که این آزادی بیان تا کجا باید باشه. یک سری حد و مرزهای حتما بله. داره بله. این آزادی بیان که میگیم و این خصوصیت این نسل دارد و این ویژگی خوبی هست، اما برایشان باید گفته شود بله. برایشان آموزش داده بشه که این حد و حدود تا کجا باید باشد. خب پس ما مجوز این کار را داریم که آزادانه عقیده خود ما را بیان بکنیم. خداوند متعال در سوره آل عمران آیه 71 می فرماید که شما کار نکنید که حق را با باطل بپوشانید، در حالی که آگاه نسبت به اون حق هستید. یعنی ما یک حق را می بینیم و از روی دانستن، با اینکه می دانیم اون حق است، اون حق را نباید بپوشانیم. بله. پس این یعنی یک مجوز. یعنی ما وقتی که یک حق را میبینیم پایمال میشه، در مقابل اون حق باید استادگی بکنیم، درسته. از اون حق دفاع بکنیم، اظهار نظر بکنیم. یا مثلا در جایی که خیر و صلاح فرد را میدانیم، هرچند شاید یک فرد یا گروه از ما ناراحت بشن از اینکه اون حق بیان میشه، اما ما اجازه این کار را داریم که اون حق را بیان بکنیم، به خاطر که میخواییم او را به راه راست دعوت بکنیم، به راه خیر او را دعوت بکنیم، خیر صلاح او را میدانیم. یا در امور مثل امر بالمعروف و نهی از منکر، شاید اشخاص ناراحت بشن از این که ما امر اونها را بکنیم به یک کار خوب، چرا که بعضن حالا خب خصوصا جوان ها در این سن که هستن، از یک چیزهایی که من میشن دوست ندارن که من بشوند. اما ما تشویق به این امر شدیم، احادیث زیاده داریم که امر به این کار کردن که هرچند اون شخص ناراحت میشه، اما شما باید این کار را بکنید. پس می‌بینیم که در حوزه های مختلف این آزادی بیان مجوزش هست برای ما. اما خب این حد و این حدود آزادی تا کجا باشد؟ یک سری شرایط مخصوص به خود داره که باید اونها هم رعایت بشه. بله. فکر میکنم خانم فتحی بیان یکم واضح تر کنه موضوع را بر بینندگان عزیز ما، که در زمینه آزادی بیانی که شما مطرح کردین باید تفاوت قائل بشیم، آیا ای که صراحت در بیان داریم و با آزادی بیانی که در سطح جامعه هست، بخصوص در امور سیاسی حالا که میگیم یک سری آزادی بیانی وجود داره، با مسئله صراحت بیان که در ارتباط ما با افراد جامعه او را شاید گاهی رعایت میکنیم یا گاهی نمیکنیم. فکر میکنیم اینها با هم تفاوت داره و یک تفکیک قائل باید بشیم، درست است؟ ببینید، ما وقتی میگیم صریح یک امر را بیان میکنید یا آزادانه میتونید یک امر را بیان بکنید، خب ما بر اساس اون شرایط و اون موقعی که قرار میگیریم میتونیم به طرف مقابل صحبت بکنیم. مثلا در خانواده، البته در جامعه هم به همین صورت است بله. که رعایت ادب اولین امر است که در حتی آزادی بیان بر ما باید او لحاظ بشه. درست است. مثلا بله. من میتونم آزادانه نظر خودم بیان بکنم، آیا این نوع بیان کردن من به چی صورت است؟ با مادرم، با بزرگتر خودم، یا حتی در جامعه با کسانی که همسن و سال خودم هست، به این بهانه نباشد که چون من آزاد هستم صریح میخوایم یک مطلب را بگویم. چه بسا که ما وقت دعوت به یک کار میکنیم شاید صریح نگوییم و در قالب مثال، در قالب مثلا یک کیانه هایی که میتونیم بزنیم در اون موقعیت که هستیم، به نوع او طرف را به سوی یک حق، به سوی یک خوبی دعوت بکنیم. اما اون الفاظی که استفاده میکنیم، اون گویشی که استفاده میکنیم، اون لحنی که بیان میکنیم را باید مد نظر قرار بدیم. یعنی در کنار آزادی بیان، شیوه بیان هم بسیار مهم است. قطعاً. که ما از چه الفاظ استفاده میکنیم برای بیان و با چه رویه و اخلاقی، با چه لحنی ای را بیان میکنیم، این هم میتونه بسیار زیاد مؤثر باشه. سپاسگزارم از شما خانم فتحی بزرگوار که امروز در برنامه تشریف آوردین و از نگاه‌های گرم و صمیمی شما همراهان عالی قدر که ما را در برنامه روشنا
همیشه همراهی کردین. برمیگردیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با ادامه برنامه روشنا در خدمت شما هستیم و راجع به شناخت ویژگی های نسل نو با هم صحبت هایی داریم و خانم فتحی کارشناس برنامه هستن. خب برگردیم به ادامه بحث. خانم فتحی گفتین که یکی از ویژگی های نسل نو این هست که آزادی بیان دارن و آزادانه و با صراحت صحبت هایشان را بیان میکنن. میشنویم از شما ادامه بحث. بحث ما در اینجا رسید که آزادی بیان یا اظهار نظر کردن و همینطور بیان احساسات این امر بسیار خوبی هست و اسلام اون را جایز می داند، اما برای این امر حد و حدود قائل هست. از جمله جایی که ما می تانیم آزادی بیان را محدود بکنیم، یعنی در همه عرصه ها انسان نمیتونه آزادانه اون چیزی که او فکر میکنه درست است بیان بکند، یک سری محدودیت و بله و این نوع بیانش هم باید فرق بکند که مثلا در کجا چی میخواد بیان بکند. یک امر که بسیار مهم است و متاسفانه امروز در جوامع دیده میشم و اوقات ناخوش را برای مسلمان ها در این سالهای اخیر رقم زدن، این است که توهین به مقدسات دیگران میکنن و این بهانه هست برای آزادی بیان. خب اگر قرار است که ما یک حق را اثبات بکنیم، حالا این حق میتونه در حوزه اعتقادات یک شخص باشه یا در حوزه مسائل خانوادگی او باشه، میخواییم یک حق را بیان بکنیم، بله، یک چیز را برای او تفهیم بکنیم. خب اگر این همراه با توهین باشد، به نظر شما این کمک در اثبات اون مدعای ما میکند؟ دقیقا قطعا این نظر خود بود یا کار خود بود که عکس العمل طرف مقابل را در پی خواهد داشت. یعنی ما اینجا ضرر کردیم. یعنی کسی که میخواد به بهانه آزادی بیان این کار را بکنه، اولا که اون چیزی که او در پیش است اثبات بکنه محقق نمیشه، بله، و دوم این که موجب تنفر طرف مقابل میشه و شاید اون هم عکس العمل به مثل انجام بدهد، هرچند که ما به عنوان یک مسلمان اجازه این کار را نداریم. هرچند که میگیم که ما آزادی حق مسلم هر انسان هست، اما این آزادی انسان ها محدود است. تا جای آزادی بیان یا آزادی قلم برای افراد گذاشته شده که تجاوز در حقوق دیگران نباشد، تجاوز به مقدسات دیگران نباشد. پس بنابراین امروزه اگر میبینیم برخی از افراد این کار را انجام میدهد و مسلمان ها این کار را انجام نمیدهد، چون که مقدسات اونها هم مقدسات ما هست، ما هم اونها را قبول داریم به عنوان پیامبران ما و هیچ وقت ما نیامدیم که به مقدسات اونهایی که به قرآن ما توهین کردن یا به پیامبر ما توهین کردن ما بیایم توهین بکنیم و عمل به مثل بکنیم. و الحمدلله میبینیم نتیجه این کار نتیجه خوبی بوده از طرف مسلمان ها. اونها
کسانی که اندیشه میکنن، فکر میکنن و این میفتن که چرا مثلا اونها عمل به عکس انجام ندادن و تلافی نمیکنن و یک این یک خرد بسیار خوبه هست که شخص میتونه به تفکر فرو بره و ما به عنوان یک مسلمان از این کار من شدیم. پس اگر ما این نسل با این ویژگی میشناسیم و این نسل آموزش بدیم به عنوان کسانی که مسئول پرورش اونها هستیم که توهین به مقدسات دیگران خط سرخ همه ما به عنوان یک مسلمان هست که این کار را نباید انجام بدیم. یا در حوزه خانوادگی، در جامعه که ما در او زندگی میکنیم، به بهانه آزادی بیان حق این که توهین به دیگر را بکنیم، حد که حرمت دیگر را بکنیم، یعنی به نوع آبروی طرف مقابل را ببریم، این را ما اجازه نمیتیم و نداریم. یعنی به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک شخصی که آزاده هستیم، اما این آزادگی ما محدودیت دارد. ما به حق دیگران تجاوز نمیکنیم. و موارد دیگر، کسانی که حالا شاید ما یک سر از اونها بدانیم، افشای سر در اسلام کار ناشایسته است. توطئه کردن در مقابل دیگران کار ناشایسته است. پس اینها بهانه این نشد که بس ما آزاد هستیم و ما چون نسل هستیم که این ویژگی رو داریم میتونیم در همه حوزه ها اظهار نظر بکنیم. پس یک ویژگی خوب است، اما باید حد و حدود اون رعایت بشود. این اولین ویژگی. از ویژگی های دیگر این نسل اگر یاد بکنیم که این هم بسیار یک ویژگی شایسته هست، اونها توقع این را دارن که ما به عنوان بزرگتر اونها را بپذیریم، باورشان داشته باشیم، اعتماد به اونها بکنیم. وقتی ما اعتماد به یک جوان میکنیم، چقدر شما دیدین که در توصیه های دینی ما امر به مشورت شده. وقتی که از یک کس ما مشورت میخواییم، به او میفهمانیم که شما کسی هستید که مورد اعتماد من هستید و من شما را باور دارم و میخوایم از عقل شما استفاده بکنم در این کار. خب این امر بسیار به جوان که چنین خصوصیت هم دارد باعث میشه که تعامل بهتر با ما داشته باشد. خب ما اگه میخواییم او را همراه خود ما کنیم، جلب نظر او را با ما همراه باشد، داشته باشیم این نظر او را، خب پس به او باید اعتماد بکنیم و او به عنوان یک جوان هم نیازش هست و هم یک ویژگی او میباشد. یعنی با او این حس القا کنیم که ما تو را میبینیم و نظرات تو بر ما مهم و مؤثر است و مهم هست. بله. خب ما اگه این کار را بکنیم، دو تا فایده داره. یعنی که اولا ما اعتماد به نفس او جوان بالا بردیم و وقتی که اعتماد به نفس یک فرد و همچنین افراد جامعه بالا باشد، تو یک اعتماد به نفس شخصی است. وقت جمعی میشه یک اعتماد به نفس ملی را در پی خواهد داشت. و اینکه او جوان را میفهمانیم که شما این توانایی را دارید که ما به شما اعتماد بکنیم. چرا که جوان پر از قدرت و نیروز، انسان‌های بسیار خلاق هستند. جامعه قرار است به دست همین جوان‌ها اداره بشود. پس خوب است که ما اونها را باور بکنیم. باز اگه برگردیم میبینیم در سیره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و دستورات دینی ما، میبینیم چقدر جوانگرایی، چقدر اعتماد به جوانها در سیره نبوی صلی الله علیه و سلم حضور دارد. یکی از اتفاقات بسیار مهمه که در صدر اسلام افتاد فتح مکه است که یک فتح بسیار بزرگی هست که برای مسلمان ها بود و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینجا بر ما نشان میدهد که اعتماد میکنه به یک جوان 21 ساله. یعنی ما فکر نکنیم که او جوان هنوز پخته نیست، هنوز به اون بلوغ نرسیده. ببینید حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بزرگترین فتح خودش یک جوان با عنوان فرماندار و به عنوان امیر مکه میگذاره و به او دستور میدهد که نماز جماعت را بپا بکند و عده دیگری که شاید سنشان بسیار بزرگتر از او جوان هست پشت سر این
جوان باید نماز بخواند به عنوان امیر خودشان. ببینیم اینجا کسانی که به عنوان بزرگتر هستن اعتراض میکنن که با وجود بزرگهایی که در مکه حضور دارن یا افرادی که با حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست، اونها انتخاب نشدن و یک جوان 21 ساله به عنوان امیر اونها انتخاب میشد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینجا میفرماید که سن کم او را ملاک قرار ندین و مرا مورد سرزنش قرار ندهید، اعتراض بر من نکنید، بلکه باید ببینید در او چی ویژگی هایی بوده، در او چی فضیلت و چی کمالات بوده که من پیامبر اون به عنوان یک امیر شما انتخاب میکنم در مکه. پس میبینیم این جوانگرایی، این اعتماد به جوانها هم در سیره نبوی است. ما در روزهای آخره که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این دنیا بودند، میبینیم یک فرد را با عنوان باز نماینده خودش به اسم اسامه انتخاب میکنه، جوان هست. بله. یا حضرت علی علیه السلام را بعد از خودش با عنوان که امیر مسلمین باشد، خلیفه مسلمین باشد، انتخاب میکنه، یک فرد جوان هست. و یکی از ادله که بعضی از مخالفین آمدن و با اینکه حضور داشتن در غدیر و خم و دانستن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی علیه السلام را به عنوان جانشین خودش انتخاب کرده، جوانی حضرت را بهانه قرار دادن که حضرت علی علیه السلام جوان هست. پس ما اگر به عنوان یک مسلمان و همچنین به عنوان یک کسایی که اطلاعات داریم و میخواییم که با جوانها تعامل خوب داشته باشیم، چرا که سرمایه یک جامعه جوانها هست، بیاییم به جوانها اعتماد بکنیم و اونها را به این که یک فرد شایسته هستن نگاه بکنیم، نه اینکه یک افراد ناپخته هستن. بله. فکر میکنم خانم فتحی، چون داریم راجع به خصوصیات و ویژگی های نسل نو صحبت میکنیم که همون جوانان باشن، چه خوب است که پس این توضیحی که شما دادین به این عنوان مطرح کنیم که جوانها توانمندی ها و نیروهای بالقوه هستن. یکی از ویژگی هاشان این است که یک نیروی بالقوه و پتانسیل قوی هستن برای جامعه. و از این طرف هم که حالا شما توضیح دادین و ذکر کردین، یک بحث بیرونی هست که از درون خود جوانان نیست و از خصوصیت درونی خود جوانان نیست و برمیگرده به کسانی که در تعامل با آنها هستن که این زمینه رو برشان فراهم کنن تا این نیروی بالقوه و این پتانسیل قوی رو ازش استفاده بکنن و در منصه اجرا قرار بدن. درست است؟ قطعا همینطور است. یعنی هر انسان دوست داره که به او اعتماد بشه و بله. افراد دیگر او را باور بکنن، بهش میدان بدن تا بتونه خودش را نشان بده به نحوی و توانمندی های خودش را برای دیگر را ارائه بده. ممنونیم که بر ما این نکات خوب و مثبت را ذکر میکنین در برنامه. بریم یک وقفه کوتاه بگیریم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. رسیدیم به بخش پایانی برنامه روشن و ضمن اینکه منتظر نظرات سازنده شما بینندگان عالی قدر هستیم، در روند بهبود برنامه ما را یاری میرسانند نظرات شما از طریق شماره تماسی که در برنامه زیر نویس میشه. برمیگردیم به ادامه بحث و راجع به ویژگی ها و خصوصیات نسل نو بر ما میگفتید. میشنویم. ما تا اینجا به دو تا از ویژگی نسل نو اشاره کردیم، این که اونها راحت هستن در بیان آنچه که در افکارشان میگذره و احساساتی که دارن، آزادانه اونها رو بیان میکنن،
و یکی هم این که دوست دارن به اونها اعتماد بشود و این بله یکی از خصوصیات همه افراد هست، ویژگی همه افراد است که دوست دارن که به دیگران اونها را باور بکنند و این نسل هم این ویژگی را دارن و ما باید اونها را باور بکنیم. سومین ویژگی که باز میتونیم برای این نسل بیان بکنیم که البته با نسل‌های دیگر مشترک هست این است که پایبند به اصول اخلاقی هستند. بسیار سعی میکنند که انسان‌هایی باشند که متعهد به اصول اخلاقی دانسته شده، حالا چه این اصول اخلاقی در جامعه اون که زندگی میکنن یا اصول اخلاقی که کل نگر است. من همینجا یک توضیح بدم به عزیزان ما که وقتی از اصول اخلاقی یاد میکنیم بعضی ها میگن که این اصول اخلاقی مثلا مطلق است، بعضی ها میگن نسبی است. بین مطلق و نسبی تفاوت های وجود دارد. اون چیزی که مورد نظر ماست و ما میبینیم در این جوانها این است که به اصول اخلاقی جهانی، اون چیزهایی که فرازمانی و فرامکانی است، پایبندند. اون اصولی که همگانی است، تغییر ناپذیر است، تغییر نمی کند، عام است، اینها هم به این اصول پایبند هستند. و پس این ویژگیشون خانم فتیفی میگن برمیگرده به همو ای که به مدد اینترنت و گسترش اطلاعات و ارتباطات این جوانان تانستن که به بسیار از مسائلی راه پیدا بکنن و آگاهی پیدا بکنن که در سطح جامعه به قول شما جهانی شده و مورد پذیرش قرار گرفته، در حالی که شاید این ویژگی را نسل گذشته به خاطر همون محدودیت اطلاعات و ارتباطات نداشتن. این میتونه یک ویژگی بسیار مثبت و خوب باشه. یک سری هنجارهای جهان پسند، ارزشهای جهان پسند را آمدن جوانان ما به او آگاه شدن و سعی میکنن که به او پایبند باشن. بله. به عنوان مثال شما اشاره کردید، اگر از اصول اخلاقی که ما قائل به اونها هستیم یاد بکنیم که اون اصول اخلاقی مطلق است، مثلا احترام با والدین، شما در هر جامعه ای که برین این را یک امر پسندیده می دانن. خب به مدد اطلاعات که اینها دارن به محیط زیست، به اقلیمی که متاسفانه در حال حاضر بشر کار می کنه که او در حال تغییر و تحول است، این نسل بیشتر اهمیت می دهد، بیشتر سعی می کنند که به اینها بها بدن، چرا که اونها می دانند که آینده متعلق با اونهاست، باید به سلامت این امور توجه داشته باشند. پس این گونه موارد را می تانیم یاد بکنیم. اما اون چیزی که گفتیم که همگانی است، تغییر ناپذیر است، مثل همین رعایت عدل، بله، مثل این که انسان نباید ظلم به کسای دیگر روا بدارد. خب این ظلم یک وقت است که به شخص مقابل هست، یک وقت است که ظلم ما به محیط زیست میکنیم. خب امروزه آشغالایی که ریخته میشه، درختایی که قطع میشه، خب این ظلم به نوع به محیط زیست ماست. بله درست. و ما متعهد باید باشیم به این که نسلهای دیگر میان و از این محیط استفاده میکنن و ما نباید کار بکنیم که این محیط زیست ما تخریب بشه. پس این ظلم را یا مثلا عدالت را میتونیم به نوع دیگه هم تفسیر بکنیم و این نسل اینجوری و به این صورت میتونن تفسیر هم از او داشته باشن. حالا که بحث به اینجا رسید خانم فتحی، بیایم یکم دقیق تر صحبت کنیم. مسائلی که الان شما مطرح کردین و یک سری مسائل جهان پسند هست، گفتیم به مدد اطلاعات و ارتباطات گسترده‌ای که نسل نو امروز او را در اختیار دارن، یک سری مسائل جهانی را متوجه هستن. از اون طرف هم نسل گذشته به دلیل محدودیت هایی که در زمینه ارتباطات و برخورداری از اطلاعات داشتن، این زمینه ها در اختیار اونها قرار نگرفته و شاید
عده ای از نسل گذشته یا بزرگترها وقتی که جوانان رو میبینن که حالا دیگران رو شاید توصیه کنن به چنین مسائل و رعایت چنین هنجارهای جهانی، احساس کنن که این جوان داره مثلا از محدوده خود خارج میشه یا پاره به قول معروف از گلیم درازتر میکنن، این را چطور تفسیر کنیم؟ آیا این هم یک گسست است، یک شکاف است که ایجاد میشه؟ خب یقینا هست چنین شکافی وجود داره، با این چطور برخورد میتونیم بکنیم؟ منظورتان این است که در مورد محیط زیست بله. مسائلی که به یک سری اطلاعات گسترده‌ای که جوانان دارن و سعی میکنن که جامعه را با او روبرو کنن و به هر حال جامعه را ترغیب کنن به اینکه اونها را رعایت کنن، حالا همه افراد جامعه هم از نسل نو نیستن، از نسل گذشته هم هستن و امکان داره که نسل گذشته احساس کنن که این جوان پار از گریم فراتر گذاشته و حالا میخواد برای من بزرگتر و با تجربه و بتر بیایه یک سری توصیه هایی بکنن که شاید از نظر نسل گذشته قابل پسند نباشه. بله، ما اگر خاطر بزرگواران باشد عرض کردیم که یاد گرفتن بله. آموختن به سن نیست. بله. اگر نسل قبل شاید به برخی از امور بها نمی دادن، حالا شاید به جهت کم بوده اطلاعاتشان، اما این نسل اطلاعات زیاد دارن و اهمیت اون مسئله رو درک کردن ما از اونها بیاموزیم و به اونها این شاید بگویم قضاوت نابجا رو نکنیم که اونها بر ما نصیحت میکنن. خیر، اونها دارن امور رو میگن که هم برای سلامت انسان ها و هم بر سلامت محیطی که ما در اونجا هستیم زندگی میکنیم و کل جهان فایده داره و ما باید سعی کنیم از اونها یاد بگیریم و جوان ها را سرزنش به این کارها نکنیم. پس این شکاف ایجاد شده میتونه خیلی مثبت هم باشه و ایرادی نداره که من نسل گذشته از یک جوان نسل نو ایرا بیاموزم و در راستای کسب آگاهی های بیشتری که مربوط میشه به حالا عصر تکنولوژی و عصر جدید در راستای کسب او بر بیارم. قطعا به همین صورت است. ممنون. خب اگر ما عرض کردیم که برخی شاید بگوید که اگر اصول اخلاقی رو شما میگن که متعهد هستن، این در نسل های دیگه هم بوده است، به همین صورت است، هر نسل متعهد به اصول اخلاقی هستن و ما منظور ما اصول اخلاقی هستش که مطلق باشن، در همه جوامع اون مورد پذیرش باشد. اما یک سری از اصول هستن که اینها نسبی است، شاید اگر مد نظر شما هم همین باشد بزرگتر اعتراض بکند، با اصول اخلاقی نسبی باشد که شاید فرد یا گروه با توجه به شرایط و موقعیتی که قرار گرفته است به نظر اون فرد یا گروه این امر یا امور چیز خوب است، درست است، به فکر او خوب است، اما شاید بر ما اون مسئله رو بیان بکند ما بگویم از دید ما این امر خوب نیست، نباشد خوب. با عنوان مثال متاسفانه جوامع امروز به سمت پیش میرند که تجملگرایی زیاد میشه. بله. مراسمات میبینیم که زیاد میشه. تجملات، امکانات زندگی. انسان خودشان را سعی میکنن به سختی و زحمت بیاندازن تا یک چیز را بیشتر به دست بیارن. افراد هستن که میگن که ما این کار را میکنیم، مثلا هزینه زیاد میکنیم برای اینکه وسایل لوکس مثلا خریداری بکنیم و این از دید من خوب است، چون من در شرایط هستم که این امر پسندیده میدانم، چون در موقعیت من همین را اقتضا میکنه، در حالی که شاید همین موقعیت را اگه کسی دیگر داشته باشه یا کم این موقعیت او تفاوت با این شخص مقابل بکنه بگه این امر از دید من پسندیده نیست. چرا انسان خودش را به زحمت بندازه، آرامش خودش را از دست بدهد تا به یک آسایش برسد که اون آسایش هم شاید بگیم که خیلی مهم نباشه، نباشد در زندگی. خب این امور شاید بگیم نسبی است. بله. چیز بد هم نیست، یعنی اگر کسی بتواند هزینه های زندگی خوب برای خودش تأمین بکنه چیز بده نیست. اما خب ما باید شرایط افراد رو بسنجیم که افراد در چی موقعیت قرار دارن
و برخی از افراد این گونه بر خودشان یک سری از مسائل را تفسیر میکنن و میگن من اخلاقا این را زندگی من این را اقتضا میکنه که این مسئله رو مثلا داشته باشم، این وسیله را داشته باشم. پس بنابراین سومین ویژگی که این نسل دارن این است که متعهد به اصول اخلاقی هستن. خب اگر از ویژگی های دیگر این نسل یاد بکنیم، حدود 2 دقیقه فرصت دارم خانم مفتی. بله، که قبلا هم اشاره هایی در این زمینه داشتیم، این است که تمایل دارن به مذاکره و گفتگو. بله. یعنی اگر ببینیم اختلاف نظر هم ما با اونها داریم، حالا به لحاظ موقعیتی که ما داریم، سنی که ما داریم، عرض شد به لحاظ ارزش هایی که شاید جوان ها بپسندن و ما نپسندیم، ولی اون چیزی که کلید فتح بین ما هست، کلید هست که میتونه اون قفل ها را باز بکنه بین ما، گفتگو و مذاکره است. اونها استقبال میکنن، یعنی جوان ها را اگر دیدشان هم با ما مختلف باشد، بشینیم عاقلانه با ایشان گفتگو بکنیم، اونها میپذیرن از ما. بله. و این ویژگی بسیار یک ویژگی خوبی است، منتها گفتگو شرایط دارد، گفتگو با لحن باشد که جوان پسند باشد و بتواند جلب نظر اونها را ما داشته باشیم. بله، ممنون و سپاسگزار شما خانم فتحی بزرگوار که تشریف آوردیم به برنامه امروز و ممنون از همراهی شما همراهان عالی‌قدر. با جوانانمان مهربان باشیم و شب و روزتان خوش و بدرود. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.